یه عذرخواهی ساده میتونست ماجرای مرحوم خانم مهسا امینی رو بالاخره به این شدت و حدت کشیده نشه. این همه کشته و زخمی و زندانی واسه عذرخواهی ساده؟ یه نگاه به شعارهای مردم بندازی متوجه میشید که با غلط کردم و گو خوردم غیر ساده هم دیگه شرایط به حالت عادی بر نمیگرده. واقعیت اینه که باید امروز این صداها رو بشنویم و امروز فرصت رو فراهم بکنیم برای اینکه یک گفتگو شکل بگیره. هنوز نشنیدی یعنی؟ صدای این همه مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه اگه تا الان به گوشتون نرسیده که شما مشکلتون با سمعک و کاشت حلزونی هم حل نمیشه. باید پرده گوشتون رو بدین خیاط بدوزه. ما معتقد هستیم تساوی غربی نه، عدالت بله. تساوی غربی نه، تساوی فقط تساوی شرقی، اونم نه هر شرقی، شرق طالبانی داعشی. اگر نگاه کنیم در زمان شاه و وضعیتی که در نگاه شاه نسبت به زن بود و من اسمش رو آزادی نمیذارم، اسارتی که در نگاه ابزاری به زن بود. یعنی شاه معتقد بود زن باید در پستوی خانه بنشیند، فقط بشوره و بسابه و بزایه؟ ببین شاه اونی بود که تاج میذاش رو سر شاه، عمامه نداشت در جریانی که همه چیز امروز بسیار عالی و دلپذیر و دوست داشتنی. چقدر قشنگ. بله میبینید دیگه، اون زمان زنها مجبور بودن برخلاف میل باطنیشون به زور بیان توی ورزشگاه برقصن و شادی کنن، در حالی که امروز میتونن در کمال آزادی بشینن توی خونه و آزادانه کشتی و شنا هم نگاه نکنن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن، این حرامه. بله دیگه، آزادی زنان هم به سبک همون مشکلات اساسیه که فقط چهار قلم خودرو و مسکن و خوراک و بهداشت بود. اینجا هم زنان کاملا آزادن، فقط توی سه چهار قلم اختیاری از خودشون ندارن. یکی اینکه چی بپوشن، یکی اینکه چی بگن، یکی اینکه کجا برن، یکی اینکه چی ببینن.